شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و برنامه گفتگوی سیاسی هفته با ابراهیم آوخ هستیم و نگاهی میکنیم به برخی از تحولات کنونی. درود بر تو ابراهیم عزیز. درود بر علی جان و همچنین سلام بر بینندگان گرامی. پنجمین ماه اعتراضات و جنبش و خیزش انقلابی مردم ایران با خبرهای بسیار نگران کننده از وضعیت زندانیان سیاسی، از بیچشم شدگان این خیزش انقلابی و در واقع فریادهای اعتراض در مقابل زندان هاست که اعدام نکنید و فریادهایی که ناشنیده گرفته میشه. اوضاع اقتصادی روز به روز در حال فاجعه بارتر شدنه و بودجه حکومتی بودجه است برای فربه شدن نیروهای امنیتی و روحانیت. شما چگونه میبینید این دوره رو، دوره‌ای که به جای نگاهی یا برنامه‌ای برای در واقع برخورد با مشکلات اقتصادی و مشکلات اجتماعی مردم، ما برنامه‌ای جز برای فربه کردن دستگاه امنیتی و روحانیت نمی‌بینیم، دستگاهی که باز هم تیغ جلادان رو برای اجرای آپارتاید جنسی داره تیزتر می‌کنه. به درستی علی جان اشاره کردی در رابطه با بودجه‌ای که به قول معروف نیروهای خودشون نیروهای خودشون رو فربه و فربه‌تر می‌کنن. بودجه ای که دران تصویب میکنن یا بخش هایی که تصویب شده روشن شده یا بخش هایی که بیرون اومده، چون خیلی وقتا بودجه هایی هست که پشت پرده است و خیلی متوجه ممکنه اعلام نشه و ندونن که قضایا چی میذاره، ولی در همین وضعیت شما نگاه بکنید بودجه نهادهای دینی، نهادهایی که به قول شما خودشون پایگاه خودشون پایهای خودشونه، در این شرایطی که مردم دچار فلاکت جدی هستن. به درستی اشاره کردید مسئله به اصطلاح سوخت، مسئله زمستان، مسئله ای که اینا درگیرن، گاز در حال به قول معروف آتش گرفتن در اقصا نقاط ایران، ولی اینا نمیتونن ازش استفاده بکنن، توان استفاده از این ندارن، بودجه‌ای برای این کار ندارن، در عوض بودجهشون رو برای نیروهای امنیتی، نیروهای سرکوبشون و جیبهای خودشون و بانکهای خارج کشورشون دارن تعمیم میکنن. یعنی الان به همین دلیل که اینا نمیتونن پاسخ بدن مسائل مردم، به دو دلیل، یکی اینکه دزدی و بقول معروف یه سابقهش روشن دیه در حد فسادی که این حاکمیت داره در طول تاریخ جامعه ما بی سابقه بوده واقعا. یه همچون وضعیت شما نگاه بکنید، از طرف دیگه بحران اقتصادی عظیمی که اینا دارن، روز به روز وضعیت مردم بدتر میشه، پاسخ نمیتونن بدن، در نتیجه اعتراضات مردم گسترده‌تر میشه و چون نمیتونن پاسخ بدن تنها راهشو در سرکوب دیدن و زندان و الان ده های هزار نفر الان تو زندان ها هستن، عده زیادی محکوم به اعدام هستن، به قول شما با کمال بسیار بیشرمی جنایتی که اینا انجام میدن که تنها اعدام نیست، با شلیک کردن تو چشم مردم به ویژه دختران جوان. میخوان به این طریق بگن که ما در تمام عمرتون شما رو ناقص میکنیم، فکر نکنید، بخواد از این طریق مردم به عقب نشینی وادارن. اما غافل از این که صحبت من بهتر از من و بیشتر از من صحبت های همین جوانان، همین دختران عزیزمون که
به چشمشون شلیک کردن. شنیدید که علارغم به اصطلاح این وضعیتی که براشون پیش اومده، چنان قهرمانانه در مقابل استبداد، در مقابل جنایت رژیم جمهوری اسلامی می ایستن که مایه حیرت مردمه. بی خود نیست که واقعا اصطلاح شبهی بزرگ نه تنها در ایران، که از طریق ایران سراسر خاورمیانه در بر گرفته و اونم شبه آزادی و برابریه. انقلاب مردم ایران به درستی اشاره کردی علی جان که پنجمین ماهش رو داره سپری میکنه. پنج ماه روزگار خودش یک دستاورد بسیار بزرگیه برای انقلاب ایران. پنج ماه مداوم مردم دارن به این حاکمیت نمیگن. البته نگفتن به طور قاطع از سال 96 شروع شد. خیزش های انقلابی پی در پی داشتیم. اما این بار یک حرکت مستمر انقلابی داریم که میره به سمت رسیدن به نقطه مطلوب. هرچقدر امروز همیشه اینطوری است، هیچ انقلابی از روز اول حرکت به اصطلاح توفنده نمی کنه تا انتها، افت و خیز داره، فرود و فراز داره. تمامی انقلابات چنین بوده، انقلابات امروز ما این چنین هست. به همین دلیل که باز هم به خوبی اشاره کردی که علارغم همه این مسائل، علارغم این که به اصطلاح شدت سرکوب به گونه ای که در اینجا اونجا تظاهرات و حرکات خیابانی افت پیدا میکنه، اما به دلیل بحران‌های اقتصادی، مشکلات اقتصادی، مشکلات محیط زیستی که اشاره کردی، حرکات و اعتراضات کارگری، اعتراضات توده‌ای در حال گسترش است. همین این هفته، همین امروز حرکت به اصطلاح کارگران شکلات سازی، کارگران پتروشیمی، حرکت بازنشستگان، حرکت بازنشستگان تامین اجتماعی ما داریم. مرتب به اصطلاح حرکات‌های به صنفی اجتماعی، مبارزات کارگران زحمتکشان در حال گسترش است و این نشون میده که این انقلاب از پا نمیده و به همین دلیل هست که نه تنها حاکمیت بلکه در حرکت خودش این انقلاب خیلی ها را ترسونده. دوره‌ای که شما از در واقع از اعتراض مردم، از این ترسیدن حکومت میگید، دوره‌ایه که ما می‌بینیم شاهد حرکت‌های اعتراضی که به قول شما هستیم، از کارگران مخابرات، نفتگران، پتروشیمی‌ها، بازنشسته‌ها، و همه می‌دونن که دیکتاتور عذرخواهی که نمی‌کنه، دیکتاتور باید سقوط کنه به طور واقعی. و این دوره بسیار خشونت‌های بسیار سازمان یافته است. مثلا در ارومیه 21 نفر رو گرفتن که 16 نفر الان از 15 سالن تا 23 ساله از جوانان محلات، با خشونت وحشتناک و شکنجه های بسیار میخوان بگن که اینا عامل اغتشاشات ارومیه. در تهران، در بسیاری از شهرها دقیقا همین سیاست خشونت آمیز وحشتناک شدیدی که به قول شما کاملا ناقص العضو کنه، بسیارانی رو دارن پیش میبرن و مدام هم از خونخواری و برخی از اونا این که اصلا در اسلام هم همین خشونت آمده میگن. اما جنبش سر بازیستادن نداره و در واقع شعار قدرت به دست مردم اصلی ترین چیزیه که ما در این جنبش انقلابی میبینیم. زن زندگی آزادی اصلی ترین محورش اینه که زندگی و آزادی رو مردم فریاد میکنن، زن رو فریاد میکنن که هزارهاست، اگر نگیم صده هاست، که در واقع ما شاهد یک سیاست تحقیر و تبعیض علیه زنان و در حکومت اسلامی سیاست آپارتاید جنسی علیه زنان بودیم. مردم، جنبش اجتماعی علیه این برخواسته.
در کنار این برخواستن، در کنار این ادامه داری حرکت پنج ماهه که بر زمینی اعتصابات گسترده کارگری و اعتصابات فرهنگیان، بازنشسته ها، باختگان و بسیارانی انجام شد، هفت تپه ای ها در شرایط در واقع کرونا، ما شاهدیم که صحبت از میلیاردها دلار، میلیونها دلار سرمایه و ده ها کانال تلویزیونی در دست یک عده ای که خودشونو میخوان بدیل وضع موجود معرفی میکنن، دندان تیز کردن که بیان در حضور در این کشوری که با خون جوانانش آغشته است بتونن بر این پایه سوار شن. یک بار مسئله وکالت به کسانی طرح میشه که هرگز برای دموکراسی و آزادی نجنگیده بودن، همواره در صف قدرت بین‌المللی و نظم بین‌المللی بودن. پدر بزرگش رو انگلیسی ها آوردن و با یه اخمی فرستادن جزیره موریس، پدرش رو آوردن و در واقع با کودتای 28 مرداد دولت مصدق رو ساقط کردن، بهترین افسران و رزمندگان فرهنگی و اجتماعی مردم ایران رو به اعدام و زندان محکوم کردن تا بتونن یک نظمی رو سامان بدن برای کسانی که در واقع تبعیض غربی و اروپایی و آمریکایی رو در ایران بر مردم ایران بر اساس قوانین واقعا ارتجاعی سامان داده بودن، غارتی برای یک درصدی ها. و ما این بازگشت رو به گونه دیگری میبینیم، به نام ظاهرا زن زندگی آزادی میان، ولی از پنجره مرد میهن آبادی و شاه میهن رهاییشون رو میگن. چگونه میشه این قضیه رو دید؟ شما چه نگاهی دارید به این تلاشی که اساسا در خارج از کشوره و با تبلیغات گسترده و عزله نشان دادن یک نیرو در خارج از کشور از طریق پرچم‌ها و در واقع رسانه‌های بزرگ، نه برای پشتیبانی از جنبش انقلابی مردم ایران، نه برای پشتیبانی از نیکا شاکرمی‌ها و مهساها، نه برای پشتیبانی از این همبستگی که بین خلق‌های ایران، بلوچ‌ها و کردها و آذری‌ها و عرب‌ها و فارس‌ها و گیلک‌ها ایجاد میشه، بلکه برای سلطه بر اونها و تأمین یک سلطه‌ای که سلطه یک زبان و یک فرهنگ و یک شاه بر این مملکت ماست. این رو چگونه میشه دید و شما چگونه میبینیدش؟ همینطور که عرض کردم، وقتی که انقلاب تداوم پیدا میکنه، انقلاب عمق پیدا میکنه، خواسته های مردم روشن و روشن‌تر میشه و بیان میشه، به فرمول در میاد، نیروهای مختلفی هم که بر اساس گرایشات طبقاتی که دارن وارد صحنه میشن و هر کدوم سعی میکنن برنامه خودشون رو پیش ببرن. برای که انقلاب عمیق‌تر نشه، نیروهای ارتجاعی، نیروهایی که به اصطلاح فقط در حد رفرم و یک جابجایی در خواست اصلیشون هست، نه انقلاب واقعی، انقلاب توده‌ای، انقلاب مردم برای مردم، در یه همچه حالتی به دست پا میفتن. همینطور که رژیم وقتی که حرکت شروع میشه، ادامه پیدا میکنه، دچار وحشت میشه و به قول خودش میخواد جمعش بکنه به نفع خودش و سرکوب کنه و نابود کنه، نیروهای ارتجاعی دیگری، نیروهای سرمایه، اونها هم تمام تلاششون این خواهد بود که این انقلاب به عمق نره و بتونن جمعش بکنن به قول خودشون. چون وقتی که مسئله مدرنیسم، سکولاریسم، برابری، آزادی، رفع ستم جنسیتی، رفع ستم طبقاتی، رفع ستم ملی فلان اینا مطرح میشه، با تمام وجود اونا در تضاده. بنابراین اونا تمام تلاششون میکنن که مانع پیشروی و گسترش انقلاب بشن و هر شکلی که ممکنه این کارو بکنن. در
درون نیروهای حکومتی نگاه بکنیم، اصلاح طلبان، استحاله طلبان و و و تلاش میکنن با فرمول های خودشون شاید بتونن کمک کنن به حاکمیت جمع کنن. اینها هم اما تمام تلاش اینه که بیان خودشونو سوار بکنن بر موج انقلابی که در جریان هست از یک طرف، از طرف دیگه سعی کنن که حمایت خارجی رو جلب بکنن. با جلب حمایت خارجی در واقع یه رقابتی ایجاد بکنن بین در به اصطلاح در نیروهای حمایتی بین المللی، در نیروهای سرمایه جهانی رقابت ایجاد کنن بین خودشون و حاکمیت، که به جای اینکه همونطور که میدونی خود نیروهای عملا دیدیم نیرو آمریکا، اروپا و خیلی از کشورهای دیگه اینا خواهان این نیستن که رژیم کاملا برچیده بشه، با تمام وجود خواستار این هستن که حکومت ساخت و پاختونن سازش کنن. همین مسئله که این همه سر صدا کرد، مسئله تروریست خواندن سپاه پاسداران که این همه سر صدا شد، فلان حرفا، چطور شد که اینا حتی نتونستن یک نیروی مسلح ارتجاعی که بارهای بار در خود کشورهای اروپایی هم عملیات مسلحانه انجام داده توسط نیروهای امنیتیش، در کشورهای مختلف اروپایی کشت و کشتار را انداخته، نتونستن تحریم بکنن و هر کشوری ساز خودش میزد علی رغم تمام اون وعد و وعیده. معلوم شد که اون وعد و وعیده فقط برای فشار هرچی بیشتر هست، نه برای تحقق عملیشون. چرا؟ چون که میخوان حاکمیت رو به نفع منافع خودشون بچرخونن. اما خب خوشبختانه وضعیت به طوریه که این حکومت جمهوری اسلامی توان ادامه نداره و یعنی اینا تو همین وضعیت وقتی که ضعف اونو ببینن، نیروهای سرمایه، نیروهای سلطنت طلب، ببینید سلطنت طلب ها تمام تلاششون این خواهد بود که حمایت بین المللی جلب کنن، شاید خودشون بتونن جایگزین بشن. در این رابطه رضا پهلوی، حالا نه خود رضا پهلوی، اصلا کلان سلطنت طلب ها در واقعا به مثابه یک شعبده باز هر روز طرحی رو از کلاه شعبده بازی خودشون بیرون میارن. یه روز شورای گذار، یه روز نمیدونم دولت موقت، یه روز ائتلاف یا چی میدونم همسویی سر مسئله اید و یک روز هم مسئله وکالت. مسئله مطرح میشه، میگید وکالت، وکالت برای کی، برای چی و چه دلیل؟ برام با دولت‌های جهانی صحبت بکنم. صحبت بکنی برای چی؟ چی میخوای بفروشی؟ چی میخوای بیدی به اونا و چی میخوای بگیری؟ چی کاره هستی؟ همه این اصلا خوشبختانه این طرح هم مثل همچون طرحهای دیگرشون به شکست انجام میده. در درون خودشون دوچار مشکل شدن. خیلی از خودشون در الان قشنگ در اومدن و میگن بقول شاهپرستان حتی. که آقا جان این طرح معلوم نیست از کجا در اومده. شاید از طریق لانسه کردن نیروهای به اصطلاح خود رژیم، کما اینکه یارو مسئول تبلیغات رادیو تلویزیون ایران در فاصله کوتاهی در میاد میره میشه به اصطلاح معاون و مشاور و مشیر و مشاور رضا پهلوی. اینا چیزای ساده نیست. هر دو طرف بالاخره از یه آخر سرانجام خواهند خورد. اینجاست که اینا میان چیکار میکنن؟ تحریر رو مطرح میکنن، امروز این طرف، فردا اون طرف، که شاید بتونن نتیجه بدن. اما همینطور که عرض کردم، مردم ما پاسخ به این چه، حتما جواب کارگران نفت رو شما دیدید تو جامعه پخش شده، مردم همه در جریان هستن، کارگرای مختلف، دانشجویان پیشرو و در درون جامعه تک تک افراد پاسخ دادن. از 85 میلیون جمعیت ایران اینا ادعا کردن که 350 هزار تا امضا دارن. اما همین برای وکالت گفته اومده چیکار کرده؟ یک تفرقه انداخته توی جامعه. یعنی اون چیزی که رژیم نمیتونست، رژیم جمهوری اسلامی تمام تلاشش کرد که در عرض چند ماه اختلاف بندازه در درون جامعه و شاید بتونه حرکات رو یه جوری کنترل بکنه، عملا به دست اینا اتفاق افتاده. مردم ایران وقتی که میگن، فریاد میزنن، میگن کرد و بلوچ، آذری، آزادی و برابری. وقتی که مردم کردستان، تهران فریاد میزنن، کردستان، زاهدان، چشم و چراغ ایران،
وقتی که تو بلوچستان و کردستان فریاد میزنن از زاهدان تا تهران، از سنندج تا تهران مرگ بر استبداد. اینا تو این وضعیت وقتی که میان مطرح میکنه که شرط همکاریش مسئله به اصطلاح تجزیه طلبان نباشن، بعد هم میاد مسئله حقوق بشر و دموکراسی و اینا مطرح میکنه. اولین نکته که اینجا مطرح میشه که تجزیه طلب کیه تو ایران؟ 200 سال گذشته نشون داده شده که تجزیه طلب کی هست. حالا دوره قاجار کاری نداریم، حتی دوره قاجار هر قسمتی از ایران که از ایران جدا شده در اثر به اصطلاح بخشش شاهان بوده، جنگیدن، شکست خوردن، بخشیدن، برای بقا خودشون اونا رو دادن تحویل نیروی پیروزشون. بگذاریم از اونا، در دوره خود رضا شاه، در دوره محمد رضا شاه پهلوی اول و دوم، مسئله منطقه قرسو، آرارات، آیا مردم کردستان و آذربایجان دادن به ترکیه یا رضا شاه داد؟ مسئله بحرین، مردم جنوب ایران دادن یا دولت ایران داد، شاه داد؟ دشت ناامید، واگذاری سرچشمه هیرمند، منطقه چکاب که در معاملاتی بین پهلوی اول و دوم با دولت‌های در واقع اون موقع به حاکمیت انگلیس دادن، این مردم بودن، مردم سیستان و بلوچستان بودن تجزیه کردن ایرانو یا دولت‌ها. اینا خودشون در واقع چیز عوضی میزنن، برگ عوضی میخوان بزنن زمین و مردم. برعکس، این انقلاب از اون جایی که یکی از دستاوردهای مهمش اتحاد کامل مردم هست، اینا اومدن این برگو میزنن زمین. درست نشون میده که اصلا نفهمیدن این انقلاب چیست. مردمان ما فریاد میزنن زن زندگی آزادی، اینا معنی آزادی نمیدن. یعنی حتی ابتدایی ترین آزادی که حق رأی هم از مردم میگیرن، اینا میگن بیاین وکالت بدید به ما. برگردین به صدها سال قبل، دوران وکیل و رعایا شدن زندیه. اینا به نظر من مسئله خیلی روشنه. آن چیزی که ما فریاد میزنیم در درون جامعه، مردم ما فریاد دارن میزنن، سراسر جامعه داره فریاد میزنه، مسئله اتحاد خلق هاست. اتحاد داوطلبانه خلق ها، اون خاص عمومی همه جامعه است. اینا دارن با ترفند هایی که میزنن انسانو بر خاک ترجیح میدن و میخوان یک دولت متمرکز ایجاد بکنن که دوباره دولت متمرکز در واقع یا برای سرکوب گسترده است، برای جلوگیری از حق ملیت‌های مختلف. ایران چند ملیتی ما داریم؟ دوباره اگر اینا بخوان یک شوونیسم فارس یا یک حکومت به اصطلاح متمرکز اینچنینی برقرار بکنن که تمام زبان‌ها و ملیت‌های مختلف ایران باز زیر ضرب قرار بگیرن، یعنی جز سرکوب چیز دیگه ندارن. تجزیه طلبی وقتی عنوان میکنن، در واقع اسم رمزی رو اعلام میکنن، رمز سرکوب. یعنی از همون اول سر آزادی اینو میخوان ببرن. هنوز به هیچ جا نرسیدن، علیه آزادی هستن. اینا به نظر من مسئله ای که ما باید روش خیلی واقعا تاکید بکنیم. خوشبختانه مردم ما هوشیار و آگاه هستن. خود خانشی که اینا از این جنبش زن زندگی آزادی دارن، یه خانش یا روی کرده واقعا ناسیونالیستی و در واقع بسیار میشه گفت که ضد زن و ضد در واقع همین تکثرگراییه که تا حد زیادی این جنبش تو خودش در این بازسازی کرده. شما میبینی که تمام وقتی مهسا به عنوان یک زن کرد جوان
جوان در تهران کشته میشه، یک دفعه تمام ایران میشه سقز، تمام ایران میشه سنندج، تمام ایران میشه زاهدان و یک نگاه دیگری از هویت اجتماعی، هویت ملی بازتولید میشه که میتونه توی خارج، توی جاهای مختلف خودش تا حد زیادی منعکس کنه. دیگه اون گفتارها و گفتمانهای امت و در واقع ملت واحدی که امت اسلامی و ملت واحدی که اعلی حضرتش میگفت دیگه معنایی دیگه تا حد زیادی نداره و میبینی که یک معنای مدرنتری هست. بی سبب هم نیست که جهان طرفدار این جنبش شد. میبینید که جنبش زن زندگی آزادی زندگی رو فریاد میزنه، نه مرگی که مدام از بلندگوها و رسانه های حکومتی اعلام شده و شما میبینید ادامش تو همین مرگ بر چپ و مجاهد و انقلابیون 57. شما میگی که زن رو میگه، زنی که در چادر و چاخچور و در زیر سنبه و فشار داعشی حکومت اسلامی، حکومت داعشیان و حکومت طالبان اون تصویر و زنی که اینجا آزاد از برابری، از همزیستی، از زندگی داره میگیره و از آزادی و اینها به جای زن مرد رو میذارن. دقیقاً به جای زندگی شاه رو میذارن، به جای آزادی در واقع میهن رو. یعنی شما میبینید که برای هر سه یک چیزای دیگری دارن، یک هویت دیگری رو میخوان جایگزین این حرکت کنن. شما به جایی که و جالبش اینه که در دوره‌ای که الان ما هستیم که این چیزام شدیدتر شده، دوره گوادلوپه، دوره‌ای که یه اخ میکردن چهار تا قدرت بزرگ و اعلی حضرت، اعلی حضرت شاهنشاه آریامهر محمد رضا شاه پهلوی شد شاه و رفت و عنوان روزنامه ها شد، عنوانی که با یه اخم آقای سلیوان و جنرال هویزر کل ماجرا رو این دودمان باخت و امروز میاد میخواد بشه چیز در به کسانی داره میده که مهمترین نشانش ملاقات با بکارینه که میگفت که بمب میخواست ایران رو بمباران کنن و الان از این از دموکراسی حرف میزنن. ولی این چیزی، این مقابل، این هوشیاری که جریان چپ، جریان ترقی‌خواه، جریانات کارگری در مقابل این حرکت نشون دادن خیلی باعث عصبانیت اینها شده. میگن شما وحدت رو به هم زدید، شما این باعث شدید که این حرکت اینجوری بشه. ولی خب خیلی ها میگن که وارد کردن این یک سکته‌ای تو این حرکت ایجاد کرد، حداقل در خارج از کشور که اعتراضات بزرگی مثل اعتراض برلین و تورنتو و لندن و اینها انجام شده بود. میبینیم که با دار و دسته چماغدار شعبان نوخی این طرفداران سلطنت روبرو شده که به طور بسیار وحشتناک همه ما رو به یاد اون دوره انقلاب، دوره سرکوب‌های خیابانی میندازه و مردمی که امروز اومدن و میبینن این چماغدارا چجوری همه جا رو میشکنن، همه جا رو میزنن، اینا نوع دیگری از اونات. اینه چطور میبینید این مسئله رو؟ همینطور که به درستی گفتید، مسئله تلاش در واقع بیوقفه اینها برای اینکه بتونن خودشونو به نوعی روی این جنبش، جنبش زن زندگی آزادی، جنبش انقلابی ژینا به اصطلاح سوار کنن، بر این موج سوار بشن، بر این موج. در همین رابطه است که اینا گفتیم تمام تلاش رو میکنن. پرچم که اشاره کردی، اینها در همه جا با این هویت، یعنی پرچم با شیر و خورشید و تاج و به قول معروف شمشیر و فلان حرفا وارد صحنه میشن. صحنه میشن، تظاهراتی که دیگران که انجام میدن، حرکتی که دیگران انجام میدن، اینا میان همونطور که در همه جا دیدیم به قول شما لومپنهاشون تو لندن دیدیم که چه فجایعی به بار آوردن. یا فراتر از این، حالا میرسیم به اونجا، در جاهای مختلف با کامیون
پرچم میارن میریزن، حتی دست خارج نیروهای مرد نیروهای به اصطلاح مترقی اینجا خیلی با خارجه در تماس هستن، بسیج میکنن میون تو تظاهراتشون، ولی اونا مثلا فلان فرانسوی فلان آلمانی یا بهمان که متوجه نیست که این کدام پرچم هست، میگن پرچم ایرانه، وقتی دست میگیره ناخودآگاه اصلا به حساب اونا میخوان بریزن. اینا تمام تلاششون اینه که با چراغ خاموش حرکت کنن و تا اونجایی که میتونن به نفع خودشون این مسائل رو مصادره بکنن، جنبشو به نفع خودشون مصادره بکنن، غافل از این که در داخل اساس قضیه در داخل هست، مردم خیلی هوشیار هستن. اینا شما توجه بفرمایید در رابطه با همین مسئله وکالت که اینا مطرح کردن، هر کس در داخل کشور، روزنامه نگار، خانواده شهدا و دیگران زیر حرف اینا نرفتن، اینا تماس گرفتن که اونا حمایت کنن، برعکس اونا جواب دادن، جواب بسیار جالب و چیز دادن. اینا با خاله نیکاشا کرمی در بیانیه‌ای که پخش کرده بود، نظراتی که مطرح کرده بود، عنوان کرد که چگونه با اعتراض به صورت رد این نظرات اینا بهش حمله کردن، چه فحاشی ها، چه لاتبازی هایی که سر این قضیه در نمی‌بردن. با خیلی کسان دیگه، خیلی هستن که دارن میگن، مطرح میکنن این مسئله رو. اینا این شیوه شون هست، شیوه حرکتشون هست. در خارج کشور هر تظاهراتی که هر جریانی بذاره، اینا سعی میکنن به نفعشون مصادره بکنن. در مواردی حتی میان سعی میکنن که تظاهرات نفوذی بذارن، بینام بذارن، با اسامی به اصطلاح گوناگون، با چراغ خاموش وارد صحنه بشن، بعد بتونن نیروهاشون رو وارد بکنن. کما اینکه قرار است مثلا یه تظاهراتی در پاریس بذارن، سلطنت طلبا هستن، سازمانده اصلیش اونا هستن، سخنرانانش سلطنت طلبا هستن، حتی شایعه که ممکنه بخواد رضا پهلوی و خانواده اونا بیان اصلا صحبت کنن در 22 بهمن علیه انقلاب هم برنامه ریزیشون هست قطعا، اینطوری که عنوان شده و مشخص شده. ولی اینا عنوان نمی کنن که مردم تکلیفشون بدونن که کی میخواد سخنرانی بکنه، کجا میخوان سخنرانی به اصطلاح میتینگ بذارن. با یک همچون وضعیت، یعنی همه چی در مثل اون امضاهای مشترکشون، هر اینا هیچ وقت شفاف حرکت نکردن. در طول تاریخ سلطنت پهلوی هیچ شفافیتی وجود نداشته. اینا به مراتب اولا، البته میگم پهلوی نه، مقصود این جمهوری اسلامی که تکلیفش روشنه، ما با این حساب رو تصفیه کردیم، الان اینها که سر صدا میکنن به اینها داریم میگیم، به اون نسلی که بسیار بعد از ما دوران پهلوی رو ندیده، به اونا داریم که در دوران پهلوی هم بدتر از جمهوری اسلامی، مثل جمهوری اسلامی، یا بگیم جمهوری اسلامی بدتر، اون فرق نمیکنه. اونها هم هیچ سیاست شفافی نداشتن، امروز هم اینا دارن همون کارو میکنن، با چراغ خاموش در همه جا حرکت میکنن. اینا درست زمانی که مردم ما گفتم مسئله جدایی ندارن، اینا میان این مسئله رو مطرح میکنن. ولی خود این وکالت دادن، معذرت میخوام، خود این وکالت دادن موقعی که انقلاب هست، مردم تو خیابونن، خودشون نمایندگی خودشون رو به عهده گرفتن، چه این صنعت بیعتگیری، این صنعت واگذاری و وکالت واقعا چه معنایی میتونه داشته باشه؟ شما خود این مثلا خمینی کاریزمایی با چیز روحانیت داشت و در یک چیز وهم و توهم توده‌ای و یک سنتی وارد شده بود که میخواست پیرمرد به قم بره و تونست به قول خودش خدعه کنه. الان رضا پهلوی که میگه من میخوام سلطنت کنم نه حکومت، و در واقع هیچ چیزی، یعنی هیچ برنامه روشنی نداره، تمام برنامه یه چیز گنگ و واقعا کهنه است که میخواد یک اقتداری رو برگردانه از طریق یک فردی که میخواد بره وارد گفتگو بشه با قدرت‌های بزرگ. ما میبینیم که هر موقع قدرت بزرگ وارد شد، در عراق دیدیم در جلو چشممون، در افغانستان دیدیم جلو چشممون، در لیبی دیدیم جلو چشممون، و در ایران هم اعلی حضرت
با قدرت بزرگ اومد، یعنی با سیایی با چندین هزار دلار، چندین هزار دلار خریدن اوباش، اوباش و همون در واقع کسانی که با چماق ریختن تو خونه دکتر مصدق و حسین فاطمی وزیر خارجه رو کشتن و همه اینها، تونستن خودشون رو سامان بدن. الانم دقیقا ما توی دوره‌ای که اکثریت جمعیت باسواده، در دوره‌ای که رسانه‌های مختلف در واقع میتونن مردم رو آگاه کنن، رابطه‌های روشن هست، تو این دوره این واقعا چه معنایی میده از حق انتخاب؟ برخی از این هواداران به اصطلاح سکولار میگن ما دموکرات هستیم، سکولار هستیم، ایشون شناخته شده است، ما داریم حق وکالت میدیم، خب شما بدید، چرا ناراحتید اگر ما اقلیتیم؟ این درک از دموکراسی واقعا چه هست؟ چه نظم نهادینه شده ای رو میخواد توی جامعه ما به ارمغان بیاره؟ در قرن 21 هستیم، در قرن 21 بید افسارشون بدخان بدن دست یک نفر و بدون اینکه بدونن چی هست، برای چی و چرا. این دیگه خیلی عجیبه. کسانی که دوست دارن چه بکنن خب حقشونه، یکی هم میخواد به اصطلاح سرشو بذاره پای گیوتین بذاره حقشه، ولی واقعیت قضیه اینه که وقتی مسئله وکالت اینا مطرح میکنن، یعنی از همین اول مراجعه به آرای عمومی منتفی است، رأی گیری و آرای عمومی و نظرات مردم اینا منتفی است. من هستم، شما به من نمایندگی بدید، من کارا رو به اونطوری که میخوام پیش ببرم. گذشته از زمین این که اشاره کردی به دوران مصدق، اشاره کردی به دکتر فاطمی، در طول تاریخ مبارزات مردم ایران، مبارزات حق طلبانه مردم ایران، هر جا که تونستن فریاد زدن، قدرت خارجی هرگز به اصطلاح خواست مردم ایران رو، نفوذ خارجی هرگز خواست مردم ایران رو، همیشه مبارزه کردن با انگلیسی ها با نفوذ خارجی، اصلا در هر صورتش استقلال یکی از خواستهای بنیانی مردم ایران بوده، تو تظاهرات همواره مطرح بوده این مسئله. یعنی روز اول تازه اینا وقتی که میخوان دارن نیروهای خارجی صحبت بکنن، از همون اول میخوان استقلال مردم رو زیر بگیرن. اینا بی خود نیست، عرض کردم بی خود نیست که مسئله تجزیه طلبی رو مطرح میکنن، به خاطر اینکه اینا در همین رابطه به طور مشخص در رابطه با حق ملیت ها نمیخوان رأی گیری بکنن. چون این فرانسه شو در نظر بگیر، فرانسه یک کشوریه که به هر حال علی رغم هر چیزی حق رأی وجود داره، حق رفراندوم میکنن، رأی گیری میکنن. تا حالا در رابطه با مناطق خواستهای جدایی طلبانه در درونشون وجود داشته، بارها رأی گیری کردن. جزیره کرد که سالها جنگیدن سر این مسئله، بخشی از بسیار نیروهای درون کرد تجزیه طلب هستن، مبارزه مسلحانه هم کردن، در اونجا خیلی قشنگ راحت رایگیری کردن، رایگیری میکنن. اکثریت مردم وقتی که میگن ما نمیخوایم جدا بشیم ولی این حقوق ویژه را میخوایم برای اداره خودمون، خب جامعه اینو میپذیره. منطقه نوکولدنی، منطقه ماورای بهار عموما در همین فرانسه بارها رای گیری شده، با رای گیری مسئله رو حل کردن نه سرکوب. اینا با رای گیری مخالفن در همه، بی خود نیست که از این طرف مسئله وکالت مطرح میکنن، تو همون جریان وکالت مسئله به اصطلاح تجزیه طلبی، یعنی بلا فاصله اسم رمز سرکوب رو بیان میکنن توی صحبتاشون، ویدیوهایی که علنی شده تو خودشون رسما اعلام کردن که تا ما باید قدرت رو در دست بگیریم، با حداقل تکان قدرت رو در دست بگیریم، تا 10 سال هم از این بازی های به اصطلاح رأی و رأی گیری و انتخابات و غیره معنی نداره. آره انتخابات بی انتخابات، ما از این در واقع چیز چیزایی که لیبرال ها و چپ ها میخوایم نمیخوایم. یعنی دقیقا مانیفست یک دولت اقتدارگرا رو در واقع سامان میدن تا
تو شبکه منتو، توی ایران اینترنشنال، توی در واقع رسانه هاشون میان دقیقا ممنوع کردن کمونیستا، ممنوع کردن به اصطلاح تجزیه طلبان و اسلامگرایان توی برنامه شون و توی فردایی که هست. و همین الان هم دارن میگن رهبر ما پهلویه، هر که نخواد اجنبیه. اجنبیه. و این جالبش اینه، اس فقط اسم الله. یعنی این شرایط در واقع، هرچند قطعا ما باید این بحث رو باز دنبال کنیم، چون خصوصا این چیزهای ساده اندیشی که فکر میکنن که خب این رضا پهلوی میاد نمیخواد قدرت بگیره، فقط ما یه وکالتی میدیم، نمیدونن که مردمی که توی خیابونن احتیاج به وکیل ندارن. میدونن کسانی که میگن بلوچستان و کردستان جا در واقع چشم و چراغ ایران، کسانی که اینگونه این جنبش عظیم رو علیه ولایت فقیه، علیه حکومت اسلامی، علیه انحصارگرایی و قدرت مرکزی سامان دادن، حاضر نیستن برن زیر یک انحصار طلبی و یک رویکرد حسبی و اقتدار فردی یک اعلی حضرتی که میخواد از طریق مذاکره با قدرت‌های بزرگ خودش رو تحکیم کنه، با میلیاردها دلار پولی که پشت رسانه‌های علنیشون هست، پشت همین در واقع تدارکشون هست، نمیرن روی این. به این لحاظ این بسیار بسیار مهمه که ما حتما روی این موضوع، چون یک خطر بسیار بسیار بزرگ برای مردم ایران به این جنبشی داره که امروز ما باش در واقع همراهیم، این جنبشی که باید خارج از کشور و جریانات دفاع کنن، همراه بشن باش، پشتیبانیش کنن، صداشون بشن، صدایی که توی ایران از طریق همین قطع اینترنت ها، از طریق سانسور و حکومت نظامی در حال اجراست، در سیاستی که مردم رو یک چشم میکنه، چشمشون رو در میکنه، از اینا باید حمایت کرد و اون صدا درست در زمانی که خیلی جالبه خودشون دارن نحوه حکومت کردن خودشون بیان میکنن و همطور که به درستی اشاره کردی که اینا به اصطلاح زن زندگی آزادی رو نفهمیدن، مفهومش رو نفهمیدن، اگرم فهمیدن منافعشون ایجاب میکنه که نفهمن. اینا میگن خیلی راحت، درست زمانی که مردم سراسر ایران از طریق بسیج، سپاه و نیروهای امنیتی در حال سرکوب شدن هستن در طول 43 سال گذشته، تمام مناطق ایران توسط نیروهای سپاه سرکوب شده، همین الان در سیستان و بلوچستان به خاطر 17 جمعه اعتراضیش محاصره بسیار نیروهای سرکوبگر هست، کردستان در واقع به شهرش این نیروها به مسابقه شهرهای اشغال شده دارن حرکت میکنن، توی همچون وضعیتی ایشون رضا پهلوی در میاد میگه چی؟ میگه ما برای به اصطلاح اینکه دوره گذار به خوبی طی بشه، به آرامش طی بشه، هیچ خطری وجود نداشته باشه، ما نیاز به همین نیروهای امنیتی داریم، نیروهای بسیج داریم، نیروهای ارتش داریم، نیروهای سپاه داریم. درست در زمانی که تو خیابونا همین نیروهای بسیج در تک تک محلات رو در روی مردم هستن، در مردم میکشن، اینا از اونا دفاع میکنن علیه مردم. درست در زمانی که عزیزان ما در موقعی که میبرنشون پای چوبه اعدام فریاد میزنن که برای ما قرآن نخونید، مراسم مذهبی نگیرید، مخالفت خودشون رو با اسلام در تمامی عرصه ها از دبستان و دبیرستان تا دانشگاه و سراسر جامعه داره میگیره، اسلام رو در واقع دارن نفی میکنن، لعنت بر دین و آیین شما دارن میگن. اینا میگه اگر رضا پهلوی در میاد میگه که اگر که بخواد به اسلام خطر وارد بشه، ما از همین حکومت دفاع میکنیم، از همین اسلام دفاع میکنیم. یعنی تمام این آرمان ها و ایده هاشون 180 درجه در مقابل شعار زن زندگی آزادی است، در مقابل انقلاب زن زندگی آزادی است. اینها اینطوری است که به دست پا میفتن و هر روز همطور که عرض کردم در این کلاه شعبدازی
بازیشون یه خرگوش جدیدی در میارن تو صحنه وارد میکنن و از این طریق باز هم تلاش میکنن که چیه؟ که افکار عمومی رو منحرف کنن، شاید بتونن انقلاب کنترل کنن. اما این جنبش رو سر بازیستادن نیست، سخت و کتاب و گندم، قدرت به دست مردم و در واقع مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، این جنبش زن زندگی آزادی رو پیش خواهد برد و قطعا جواب درخوری رو به رضا پهلوی، داردستی شاه اللهی ها و حزب اللهی ها خواهد داد و اون تکثرگرایی، اون آزادی، اون برابری، اون حقوق ملت، مردمان ایران رو در واقع تضمین خواهد کرد. درود بر تو ابراهیم آوخ عزیز و شما بینندگان عزیز این برنامه که به برنامه خودتون توجه کردید. براتون بهترین آرزوها رو دارم.